that استفاده میکنیم، یعنی این آن. This is a pen، این یک قلم خودکار است. That is a pen، آن یک قلم خودکار است. و در صورتی که بیشتر از یک دانه باشه، اگر نزدیک باشه these و اگر از ما دور باشه از those استفاده میکنیم. These are pens، اینها قلم خودکار هستند. Those are pens، آنها قلم خودکار هستند. به یک قسمت چیزی که از شما خواسته گفته write a or an، شما a و an استفاده بکنین برای از این لغت ها. Watch مثلا میگیم a watch، umbrella an umbrella، dairy a dairy، identity card an identity card، file a file. شاید دیگه کامل متوجه شده باشین ما وقتی که کلمات یا اسمایی که دارین که با حرف بی صدا آغاز شده باشه از ا و اونهایی رو که با حرف صدادار آغاز میشه از ان استفاده میکنه و اینا ا و ان ما هم دلالت به عدد یک داره. وقتی میگیم a watch یک ساعت موچی، an umbrella یک چتری، هر دوی اینا دلالت به یک داره. اما کلماتی که با حرف صدادار آغاز میشه ما از ان استفاده میکنیم و کلماتی که با حرف بی صدا آغاز میشه از ا استفاده میکنیم. write the plural، شکل جمع از اینا رو گفته شما بنویسن. ما برای جمع بستن اسم ها اسم میدیم به اونا یا ای اس میدیم. مثلا استمپ یک اس به زوی اضافه میکنی در قسمت نوشته میکنین استمپس. ولی لغت داره مثل مچ، وقتی ما این رو جمع تبدیل بکنیم ای اس میدیم، میگه matches. خب حالا چرا به زوی اس دادیم؟ به ای تنها ای اس دادیم. زمانی که همین کلمی یا اسمی که شما دارین به سی اچ اس اچ او اکس زد ختم میشه، شما ای اس میدین برای جمع بستن. اگر به غیر از این بر حرف دیگه باشه مثل پی وای یا حرف دیگه ختم بشه، فقط یک اس به زو اضافه میکنیم، اسم جمع از او ساخته میشه. مثلا کی میشه کیز، یک اس میگیره تنها. complete the questions with this that these or those، سوالات تکمیل بکنین همراه با this، این، that، on، these، اینها، those، آنها. خب چیزی که نزدیک هست شما this استفاده کنین، چیزی که دوره that استفاده کنین. در صورت که یک دونه باشه باز حالا بیشتر از یکی بود نزدیک بود these و اگر دور بود those. مثلا what is this، ببینیم به دست این چیه. what is this، این چی هست. What is that؟ آن چی هست؟ What is that؟ آن چی هست؟ این اشاره به دور داره. حالا اینجا بیشتر از یک دانه دور هست. What are those؟ What are those؟ آنها چی هستن؟ What are these؟ اینها چی هستن؟ What are these؟ اینها چی هستن؟ ببینین به این منوال شما میتونین از ضمایر اشاره‌ای استفاده بکنین برای اشاره کردن به دور یا نزدیک. در صورتی که نزدیک بود یک دانه بود ا، اگر دور بود یک دانه بود، ببخشید در صورتی که نزدیک بود یک دانه بود دس، دور بود بیشتر بازم یک دانه بود دت بگن. اگر نزدیک بود بیشتر از یک دانه بود دیز، اگر دور بود بیشتر از یک دانه بود دوز بگن برای اشاره کردن. چنانچه در این تصاویر واضح و کاملا مشرح آورده. Now we have to go to page 122, Grammar Bank, Unit 1, Lesson D, read the rules and do the exercise.